همراه هستیم با محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول. آقای لحمی سلام و عرض ادب. آقای لحمی، با توجه به افزایش بی سابقه تعداد آوارگان و ضرورت همکاری بین المللی برای حل بحران‌های انسانی، به نظر شما چه اقداماتی باید به طور فوری انجام بشه تا شرایط زندگی این افراد رو به بهبودی قرار بگیره و موانع ورود آنها به کشورهای امن برطرف بشه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم مجلس عالی و بینندگان گرانقدر شبکه جهانی آقا محسن سلام عرض میکنم. توسعه و تقویت سیاست‌های پناهندگی، واژه پناهندگی، کلمه پناهندگی واژه بسیار دردناکیه برای همه این 123 میلیون نفری که در دنیا تجربهش کردن و باش دست و پنجه نرم کردن. کشورها باید از سیاست‌های شفاف و انسانی برای پذیرش و حمایت از آوارگان همکاری های لازم رو داشته باشن، همکاری های بین المللی بین دولت ها و سازمان های غیر دولتی در جهت حمایت از کشورهایی که بار اصلی آوارگان و پناهندگان رو دارن در دنیا تحمل میکنن. توسعه زیربناها و امکانات کشورهای پناهنده پذیر برای آوارگان و پناهندگان بسیار مهمه و حائز اهمیته. آموزش و توانمندسازی برای آوارگان و پناهندگان، چون با چالش‌های جدیدی این افراد در زندگی روبرو میشن، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ فرهنگی. مبارزه با پیش‌داوری و افزایش آگاهی عمومی و کاهش اون آستیگمات‌های بدچشمی که به وضعیت پناهندگان در دنیا حالا رقم خورده و دیده میشه، حمایت از طرح‌های عملی انسانی و نه بغض‌های کلامی که مثل سازمان ملل فقط در کلامشون از آوارگان و پناهندگان حمایت میکنن. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.